بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم نازنین ایران، با قسمت 103 پاورقی و آخرین برنامه در سال 1401 در خدمتتون هستیم. امروز میخوام حالا علاوه بر حرفای جدیدی که میزنیم، بیشتر میخوام یه مروری داشته باشیم بر این 102 قسمتی که از برنامه گذشت، اون تیک خوباش، اون جایی که حالا سوالی براتون پیش اومده، اون چیزایی که خیلی روشون تاکید داشتیم، چندین بار گفتیم و اینا. حالا دور همی یه مروری به این حدود 100 قسمت برنامه داشته باشیم. با ما همراه باشید. سال نوتون هم پیشاپیش مبارک. یادتون میاد که اولین آیتم از اولین قسمت برنامه پاورقی چی بوده؟ اونایی که از اول با ما همراه بودن اونا میدونن چی بود. بریم ببینیم اولین آیتم برنامه رو. و از همه مهمتر تقدیم میکنیم به یگان چهره رسانه این روزها، کسی که میتونست توی خونه بشینه و حد اکثر ته هندونه رو با قاشق در بیاره، اما اومد توی خیابون تا ته و توی ماجرا رو در بیاره، کسی که نترسید، ایستاد، فیلم گرفت و به همه جهانیان فهموند کجا دارن نارنجک میندازن. کجا؟ کجا نارنجک میندازن؟ برو اینجا بانستا سری. یعنی هنوزم خوبه این، اصلا خیلی قشنگ. اونجا دارن نارنجک میندازن، برو مزاحمش. اصلا خیلی خوبه این. یکاش معرفیش میکرد کسایی میشناسن، میووردی میشی بار برنامه. ببینید وقتی رفت کجا رفت. ما توی برنامه به یه سگانه‌ای دست پیدا کردیم از براندازها که یه 3 نفری هستن و نفر اولشون هم کسی نیست جز پوریا، که یکی از سوالایی هم که مخاطبا از ما داشتن، اونایی که از اول شاید با ما همراه نبودن، اینه که چرا وقتی میگیم پوریا اینجوری میکنیم؟ علت داره، چون ایشون برعکس خیلی از این براندازا که از تو تخم مرغ شانسی یا در میان اونجا نمیدونم اپوزیسیون میشن و مجری میشن و از این حرفا، ایشون از تو قابلمه در اومده. علتشو ببینید. خود به خاطر اینکه ساره کلا خیلی لاغر و کوچیک بود، شکستنی این بود. ایشون از تو مسابقه بفرمایید شام اول شرکت کرده بودن، شبکه من و تو، بعد دیدن که خیلی خوب اینجوری میکنه، گفتن ببریم مجریش کنیم. اونجا کارشناس ویژه سیاسی هن. این از پوریا. اما یکی از زلهای دیگه این سگانه عقاب اپوزیشن آقای فخرآور، که ایشون اول خودش یکی از اپوزیسیون ها بود و داشت با بقیه و نمیدونم مسیح علی نژاد و روح پهلوی اونا میخواستن ائتلاف تشکیل بدن و این صحبت ها، پیچوندنش، خودشون رفتن 4 نفری ائتلاف تشکیل دادن. این بنده خدا هم گفت من عقاب اپوزیشنم، الان اپوزیسیون اپوزیسیون هاست. ببینید فیلمش. اصلا دعواهای ضد انقلاب خیلی خوبه، به هم دیگه فوش میدن، تیکه میندازن. امیر فخرآور اومده یه توییت حمید فرخ نژاد رو بازنشر داده، بعد نوشته سلبریتی های تازه سیاسی شده را قبول کردیم، ولی ادای چلچله دانای سیاست در نیاورید، مثل بچه خوب پای درس ما عقاب های با تجربه اپوزیشن بیاموزید. بابا عقاب، عقاب اپوزیشن. امیر فخرآور، یک کم امیر فخرآور ببینیم. عقاب اپوزیشن. من که نمیخوام تو دنیای سیاست بشم، ولی اگه بخوام یه روز این کار رو بکنم احتیاج به محک ندارم. یه چیزی دارم توی این رگا، خون رضا شاه بزرگه منو. که اگر یه روزی بخوام این کار رو بکنم هیچ احتیاجی به محک ندارم. جنم رضا شاه میخواد، خون رضا شاه میخواد، چشمان رضا شاه میخواد، که تنها کسی که توی تمام فامیل داره خودم. و نفر سوم گوریل انگوریه براندازها، سام رجبیه. علتش هم میدونی که این بغل مسیح وای میزد اینجوری عربده میکشید، میزد رو سینهش. و یه کار دیگه هم که میکرد، میرفت پشت دیوار مثلا قایم میشد، ایرانی هایی که میخواستن رد شن میپرید میترسوندشون، دیگه همین کاراش، گرفتن انداختنش تیمارستان. آخه ببینید. البته توی پرانتز بگم، این سام عاقبت درس نخوندن هم هست،
قدیم تو مغازه ها میزدن عاقبت نسیه فروشی یا آدم مثلا چیزی، این میشه زد تو مدارس عاقبت درس نخوندن. یه توییت هم زده بود ایشون که چرا بچه هاتون رو میفرستین مدرسه؟ به این علت، به این خاطر میفرستین مدرسه سام، مثل تو نشن. کنش هامون به این صورته که میایم در خیابون ها منتظر میمونیم، میشینیم که نفرات رد بشن، اشخاصی همچون پژمان درستکار و اعضایی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی. یه کسی که دیگه خیلی روش حساب باز کردن و یه عده راه افتاده بودن، یه موقع وکالت میدادن و تو وکیل مایی و صحبت‌ها اینا رو به پهلوی، ایشون میدونی که همونجور بعد خوش نشسته بود داشت از جیب مامانش این کارهای سیاسی میکرد و این صحبت‌ها میرفت این مرور سخنرانی میکرد، کسی هم محلش نمیداد، تا اینکه بهش گفتن آقا یه موقعیتی پیش اومده، شما میتونی شاه باشی، چون میدونی که ایشون شاه شدن بلد نیست، شاه بودن بلده، مشاورشون گفت. ولی واقعیت امر اینه که شما نگاه بکنید شاهزاده رضا پهلوی بلده که شاه باشه، بلد نیست که شاه بشه. خلاصه الهی بچه رو آوردن انداختن وسط، الان مونده سر دوراهی، نمیدونه بره شاه باشه از مامانش همینجور پول بگیره، این چون شاه بشه دیگه مامانش بهش پول نمیده، هرچی پول دزدیدن اینا مامانش دیگه میگه اینا سهم خودمه، تو دیگه خودت برو جدا بدوز، جدا بفروش کشور رو. اینجوری آقا سلام، مهدی هستم از مشهد. خانم تامین میلانی چی شد؟ چی شد؟ دقیقاً چی شد؟ میشه بگین؟ بنده جزیره کیش هستم تو قسمت جالوز، اگه میشه نسبت به اوضاع حجاب و عفاف تو این جزیره یه برنامه درست کنید تا مسئولین خفته در خواب اینو بشنون از این بنده حقیر که واقعا اینجا وضع حجاب خیلی خرابه. خواستم یه خواهشی بکنم از قوه قضاییه، آقا تا کی میخواییم با این سلبریتی ها مماشات کنید؟ تا کی قرار ما تحمل کنیم این حرفا رو؟ سلام علیکم به عوامل برنامه پاورقی، از حرم آقامون قمر بنی هاشم پیام میفرستم. برای همه عوامل برنامه تون دعا کردم، انشالله هم عاقبتتون بخیر باشه. سلام و خسته نباشین، وقتتون بخیر. من فروشنده فروشگاه لوازم خانگی هم. توی این تایم شروع برنامه شما تلویزیونه ما فقط پاورقی رو نشون میده. سلام عرض میکنم خدمت عوامل پاورقی، خواهشان لطف فرمایید بیش از این استوری های این عزیزان سلبریتی اینقدر پررو شدن را پخش نکنید. اینا خودشون دارن میبینن تو دنیا چه خبره، خودشون رو به خواب زدن و بیدارشون رو نمیشه بکنید. خدا نگهدار. مجددا سلام بچه های پاورقی، خواهش میکنم این قضیه سلبریتی ها رو ول نکنید. خیلی آیت الکرسی بخونین، چهار قول بخونین، خیلی مراقب خودتون سلامتیتون باشین، ما به وجود افرادی مثل شما خیلی نیاز داریم، در پناه خدای مهربون باشین. یه تعدادی از براندازها هم بودن که اینا ماجراهاشون خیلی داستان شد، یعنی میگفتن اینا رو گرفتن دارن شکنجه میکنن میکشنشون، الان فردا میمیرن پس فردا در معرض خطرن، بریزید مردم اینا رو نجات بده. مثلا یه نمونش آقای حسین رونقی که گفتن این کلیهش رو در آوردن تخلیه شده یکی از کلیه، جفت پاهاش رو شکستن قلم پاهاش رو، دیگه 5-6 روز بیشتر زنده نیست و به داد این بدبخت برسین و اینا. بعد که آزاد شد دیدن اصلا سالمه راه میره، بعد گفتن اعتصاب قضا کرده 60 روز اصلا هیچی، بعد دیدن اضافه وزن پیدا کرده، تاش معلوم شد ایشون با ارده و عسل پذیرایی میشد در زندان. آقای حسین رونقی ارده عسلی، عکساشو داریم میبینید دیگه، چی نگم. ایشون هم یکی دیگه از براندازها بودن که همینجور باز گفتن که نمیدونم شکنجه شده زدنش، یه عکسای ازش بیرون اومد که کبوده و بذارین بچه‌ش رو ببینین، یه وایس پخش کرد بذارین تو رو خدا یه بار دیگه بچه‌مو ببینم اینا منو میکشن از این صحبت‌ها.
بعد دستگیرش کردن، داشته از مرز فرار میکرده، ازش پرسیدن این داستانا چیه در آوردی از خودت، گفت که من بدهکار بودم، این طلبکارا دنبالم بودم و اینا، این داستانو ساختم که اینجوری فرار کنم، طلبکارا فکر کنن که این منو گرفتن و زندانم و اونجا کشته شدم توی زندان دیگه بیخیالم بشن. اصلا این ایشون جایزه ویژه قالطاق سال رو میگیرن. مبارک. تا نفر سومو بگم، به عنوان نفر دو و نیم یه نیم تا جا داریم سریع بگم، آقای توماج صالحی که قبلش ویدیو پر میکرد که فرار کنید به خاطر خودتون میگم، ما اگه نمیدونم بیایم میزنیم میکشیم فلانتون میکنیم این صحبتها، بعد داشت فرار میکرد، گرفتنش هنوز ازش نپرسیده بودن که آقا شما آقای توماج صالحی هستی، یعنی همون نشست لب جدول شروع کرد اعتراف کردن. خیلی اصلا ایشون جایزه چی؟ شجاع سال. خوبه شجاع، مثلا رازدار، چی بگم بهت، برانداز نمونه خودت. فقط فرار کنید، این رو دوستانه نمیگم. توماج صالحی، گفتم اشتباه کردم، گفتم دوستانه بهتون میگم فرار کنید، من از قصدم شما نبود. خسته شدم. کی رضا پهلوی؟ چی شد پس بابا؟ Last until it's full. خیلی دلم برات تنگ شده بود. اینجا ما یه کار بگیم. باید هیچکی نگاه نمی کرد. اینا میخوام برن لغچه. شما واقعا به من مدیونی. من روی صحبتم که چشم هام رو، شجاعتم رو. اما بزرگترین بلوف این چند وقت هم تعلق میگیره به ماجرای خانم آرمیتا عباسی که ایشون گفتن که زندونیش کردن و بعد موهاشو تراشیدن، شکنجش کردن، دچار خونریزی داخلی شده، بردن بیمارستان، از اونجا دزدیدنش، دوباره داستانهایی داره میمیره از این صحبت ها. بعد که آزاد شدن دیدن قشنگ مو داره، موهاش رنگ شده، ناخون کاشته، ناخونهایی که کاشتش هیچ اتفاقی نیفتاده زیر شکنجه که میگفتن اینجوری، هیچ طورش نبود. بعد که ایشون آزاد شد زد تو کار بلاگری و کسب درآمد و تبلیغ گرفتن. حالا یه اتفاقی که افتاده، شروع کردن برانداز ها بهش فحش دادن، تو بی خود که تو داری عادی سازی میکنی، ما برات هشتگ نزدیم که بیای تبلیغ کنی، بلاگری کنی، پول در بیاری، این صحبت ها. بعد ایشون واکنش نشون داده، کلی عصبانی که حالا این حرفا رو بهم میزنن، میگن ما برات هشتگ نزدیم که بیای عادی سازی کنی. بعد گفتن عزیزم شما هشتگ زدی، تاشم منتظر بودی جنازه‌مو ببینی، وقتی دیدی زنده‌ام انگار بیشتر ناراحت شدی، همچنان داری تمام تلاشتو میکنی که جنازه‌مو ببینی. واقعا هم همینه، یعنی از خداشون بود که یکی بمیره، یکی یه طوریش بشه اینا بتونن سوء استفاده کنن، یعنی اگه زنده بیرون میومد اینا دیگه عزاشون بود. اما یه جایزه ویژه میخوایم تقدیم کنیم و توش موندیم که اینو به کی بدیم، جایزه خود تحقیر سال، خود تحقیر کن سال.
که موندیم اینو بدیم به آقای تنابنده یا آقای خسروانی. آقای تنابنده که میدونید داستانش چیه، توی کره که چند ماه پیش توی یه جشنی که جشن هالووین بود فکر میکنم، مردم اومده بودن توی خیابون جشن بگیرن و اینا، توی یه کوچه ای توی خیابونی انقدر فشار جمعیت زیاد بود که حدود 150 نفر زیر دست و پا فوت شدن و آقای تنابنده اومد یه پست گذاشت و نوشت که ای کاش ما هم از خوشی میمردیم. ایشون یه کاندید هستن، خیلی رقابت تنگاتنگی دارن با آقای خسروانی که یه توییت زده بودن و گفته بودن بالاخره یه روزی هم توی ایران واکسیناسیون کرونا شروع میشه، بعد کل دنیا با حسرت نگاه میکنن، میگن که با تعجب نگاه میکنن میگن اه مگه هنوز کرونا هست؟ الان این آمار هفته اخیر کرونا است در جهان، 939 تا آمریکا، 500 خورده ای در آلمان و 400 خورده ای هم توی ژاپن. هنوز کرونا اونجا هست، تو ایران هم آمارش نمیدونم کمتر از انگشتای یه دسته. این قاب خالی که اینجا میبینید داستان داره. داستانش اینه که آقای تنابنده که اسم بردیم و خیلی از همکارانشون به عنوان جامعه سلبریتی این چند وقت خیلی کارا کردن، خیلی حرفا زدن، با امنیت روانی جامعه بازی کردن، بنزین ریختن روی آتیشی که وجود داشت و از این دست کارها، مثل خود آقای تنابنده، آقای خطیبی، کامبیز دیرباز، گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، هانیه توسلی، لیندا کیانی، تهمینه میلانی و خیلی دیگه از اینا، قصه الهازا که 90 چند درصد جامعه سلبریتی فکر کنم توی این دسته قرار میگیرن. ما همچنان منتظریم قوه قضاییه، مسئولینی که موظفید کاری انجام بدید، خبر برخورد با سلبریتی هایی که این کارها رو انجام دادن، با امنیت روانی جامعه بازی کردن، کی منتشر میشه؟ ما اون خبر رو میخواییم تو این قاب بذاریم. همچنان منتظریم. اما از باغ اروپا هم یه گلچینی بخواییم بیاریم، دیدیم بهتر از بایدن دیگه هیچی در ما دستمون نیست. یه سری فیلم ببینید همینجوری از کارهایی که بایدن توی این چند وقت انجام داد، اصلا خیلی داستانه. ببینید اینا رو. خب این برنامه آخر سالی یه بار دیگه هم این ماجرا رو توضیح بدم که خیلی‌ها پیام میدن، خیلی‌ها فحش میدن که آقا چرا شما هی بدی‌های غرب رو میگین و بدی‌های خارج رو میگین، مگه ایران همه چیزش خوبه، ایران هم این مشکل رو داره فلان. آقا ما میدونیم، ما هم داریم اینجا زندگی میکنیم تو بخش جوالوز، تا جایی که بتونیم داریم به مشکلات ایران میپردازیم، اما میخوایم بگیم که آقا ایران همه چیزش بد نیست، چیزای خوب داره، بله اتفاق بدم داره مثل همه جای دنیا، اونا هم سقفشون چیکه میکنه، اونا هم پلشون میریزه، اونا هم تصادف میکنه، هلیکوپتر سقوط میکنه، همه جا ممکنه اتفاقات خوب و بد بیفته و هیچ کشوری نداریم که دیگه همه چیز گل و بلبل باشه و اون تصویری که از غرب توی این سالها به ما ارائه دادن تصویر واقعی نیست، اونا هم مشکلات خودشون دارن. اصلا تا وقتی که یه عده هستن هی مشکلات داخل ایران رو میکنن تو چش مردم، یک خوبی هایی که مثلا توی بعضی کشور هست هی میکنن تو چش مردم، ببین خارج مثلا اینجوریه، یه کشور فرضی دارن به اسم خارج که اونجا همه چی خوبه، خارج. تا وقتی این داستان هست ما میگیم، مثلا الان این مرکز درمان سرطان برکت افتتاح شده، یکی از مجهزترین مراکز درمان سرطان هست در دنیا، اینو میان بگن اونایی که این حرفا رو میزنن، سلبریتی ها، خانم فلان، آقای فلان، میای اینو پست بذاری، اینو استوری کنی که آقا همچین مرکزی که تو دنیا نمونه است توی ایران ساخته شده، اینا رو میگن؟ نمیگن دیگه، ولی ما میگیم، تا وقتی که اونا باشن ما میگیم اینا رو. آره بخش صداهای مردمی حتما شنیدید که یه سری از مخاطبا که به برنامه صوت میفرستن و پیام میدن، اینا ناراضی ان از برنامه، اصلا بدشون میاد از ما. خب این تو خیلی اصلا اشکالی هم نداره، ما هم مشکلی باش نداریم، اما توی پیامامون هم از این دست اتفاقات زیاده و شاید باورتون نشه ما از داعش هم پیام داریم، مخاطبمون یعنی توی داعش هم هست. مثلا ایشون گفته حدس شما درست، برنده شدید، داعش سلام الله جنگ رو به داخل خاک ایران میکشه. داعشه. یا مثلا دیگه گفته که
خوب گوش کنید ایرانی های لجن، من قفارم و قاصد مرگبر ایران. کاش زمان صدام و موشکباران شهرهای ایران با شما ایرانی های فلان میمردم، شما ایرانی ها از اول میکروب بود. ایرانی ها همه زامبی هستند، فیلم سینمایی زامبی. مشکلت با ایرانی ها چیه؟ اصلا معلوم اصلا با ایران و ایرانی و اینا مشکل، خیلی با پاورقی هم شاید داستان نداره. ما رو یه محملی دیده که فوش بده به ایرانی ها. حالا چی بگم بهش دیگه؟ این از اینا هم داریم. یه پیام دیگه هم داریم، اینم بخونم. بعضی اصلا تعریف کرده مثلا بنده خدا، ولی تعریفش بیشتر شبیه فوشه. مثلا گفته که ایول به شما، خدا خواهر مادر و جد و آبادتون رو بیامرزه، ان شاءالله هر چی می‌خواید خدا بهتون بده، والله اگه این برنامه رو قطع کنید خدا شما رو سه نقطه فلان کنه. تو این وضعیت شما نقطه امیدی هستید، کارتون رو ادامه بدید. اگه کمکاری کنید احتمالا خدا اون دنیا تو آسینتون چوب بکنه، شاید هم آهن داغ. خدا لطفا دعا کنید منم به وظیفه‌ام عمل دارم. همه جور مخاطبی دارم. دمتون گرم. خیلی خیلی ممنونم مردم درجه یک ایران که توی این چند ماه، توی این صد و خورده قسمت ما رو تماشا کردید، ما رو تحمل کردید. امیدوارم که تونسته باشیم یه برنامه خوبی خدمتتون تقدیم کرده باشیم توی این مدت. دعامون کنید در ایام ماه مبارک رمضان که بتونیم انشالله بعد از ماه مبارک دوباره با یه برنامه خیلی بهتر و درجه یک تر خدمتتون برسیم. سال نو خیلی خوبی داشته باشید، پیشاپیش عیدتون مبارک باشه. در ایام ماه رمضان ما برنامه نداریم، اما از طریق کانال با شما هستیم. کانال های برنامه رو دنبال کنید که اینجا کلی اتفاقات و داستان قرار بیفته. ایشالله بعد از ماه رمضان خدمتتون میرسیم با یه برنامه خیلی بهتر و شیکتر و قشنگتر و اتفاقات خیلی جذاب که براش داریم برنامه ریزی میکنیم. دعا کنید که به خوبی و خوشی انجام بشه. خیلی مخلصم از طرف خودم بر بچه های برنامه پاورقی، آقای شهبازی، تهیه کننده های فتی و همه کسایی که زحمت میکشن برای رسوندن این برنامه. به شما عید و تبریک میگم. خداحافظتون. یا علی مدد.